دوستان عزیز، امیدوار هستم هر کجایی که هستین از ساعت کامل برخوردار باشین و یک شب بسیار قشنگ را آغاز کرده باشین. البته امشب باز هم در یک ورزش بسیار جالب و هیجانی در خدمت شما دوستان هستم. امیدوار هستم که لحظه به لحظه امشب مرا تعقیب بکنین و ببینین که این ورزش چی ویژگی‌ها داره و چی حرکات جالب را به خود داره که با هم یک جا اجرا بکنیم و تماشا بکنیم. دوستان، این رشته به نام دایفو است که ما امروز در ورزشگاه بنیانگذار این ورزش آمدیم و میخواییم این ورزش پیش ببرم و این ورزش همچنان به شما دوستان با معرفی بگیریم که ببینیم این ورزش چی ویژگی‌ها داره. خب، در آغاز قبل از اینکه بریم به تمرین شروع بکنیم یا اینکه با ترینر این کلاب آشنا شویم، میخواییم که یک معلومات مختصر به ارتباط ورزش دایفو بر شما داشته باشم و در ادامه بازم میخواییم که با ترینر این کلاب معرفی شویم و در ارتباط این ورزش بر ما شما معلومات بتن. شاگردایی که تازه میه شال سفید داره، اونا رو مثلا ما در مثلا در ورزش دایفو میگیم راهرو، کسی که تازه قدم خورده داخلی ورزش دایفو میله و زمانی که او یک مقدار ورزش کنه که مثلا دو خط خلاص کنه او گرین بیلت میشه، شال سبز. کسایی که بلفرض خط 4 خلاص کنه شال آبی میدیم برایشی، بلو بیلت. کسایی که خط 6 خلاص کنه براون بیلت، شال قهوه‌ای میشه، نسواری به حساب ما شما. شال خط 8 که خلاص کنه باز شال سیاه میشه، بلک بیلت. دیگه کسی که خط 10 خلاص کنه و او میشه استاد، در درجه استادی میرسه که ما برای از او شال سرخ میدیم. شما معلومات را در ارتباط ورزش دایفو تماشا کردین. حالا هم میخواییم که هرچی بیشتر در مورد ورزش بدانیم که ببینیم هیچی ویژگی ها داره. در آغاز میخواییم که معرفی شویم با استاد این کلاب. سلام علیکم. خسته نباشین استاد. خوب هستین؟ صحتمند بخیر. خب، تشکر از اینکه مرا وقت دادین تا اینکه بیایم در کنار شما در جمع جوان ها ما هم ورزش بکنم و ورزش دایفو رو ببینیم از نزدیک چگونه یک ورزش است. میخوایم که در مورد ورزش دایفو شما هم یک مقدار معلومات بدین، گرچه که یک بسته معلوماتی را دوستا تماشا کردن، اما میخوایم شما هم یک مقدار معلومات به ارتباط این ورزش بدین. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست ما سلام های گرم و همچنان ورزشی خود را خدمت تک تک بیننده های برنامه تکاپو تقدیم میکنم و همچنان امیدوار هستم که همه هموطنان عزیز هم در هر کجایی که هست و به همین لحظه ما را تماشا میکنه صحتمند و شاداب باشن. و درباره رشته دایفو کاملا یک سبک افغانی بوده که بنیانگذار جهانی از البته ماستر محمد حیدریان بوده که فعلا در استرالیا زندگی میکنه و این را ما دم مدت 2 ماه 3 ماه میشه که ما این را داخل افغانستان آوردیم، بنیانگذاری کردم و ما میخواییم در زودترین وقت این را ثبت و راجستر ریاست تربیت بدنی و یا کمیته ملی المپیک افغانستان بسازم و انشالله یک سبکی است که افتخارات از یک سبکی است که کاملا افتخاراتش و دستاوردهایش مربوط خود افغانستان میشه. بخاطر چی؟ بخاطر از که بنیانگذار از خود افغان ها هستن. بسیار عالی دوستان، یک افتخار بزرگ دیگه برای ما افغانایی که این رشته را خب کس پیدا شده بالاخره در افغانستان بنیانگذاری بکنه و سپاسدار از استاد سخی که واقعا این رشته را بنیانگذاری کرده در افغانستان. ما هم خیلی علاقمند شدیم که بیایم این ورزش را انجام بدیم. خب، ویژگی که این ورزش داره نسبت به دیگه ورزش ها چی است برای ما مختصر بگوین؟ خیلی عالی. خب استاد قن، تشکر از اینکه لباس بر ما آماده ساختید، مرا لایقی لباس دانستین. ما هم خب دوست دارم که در جمع بچه ها ورزش بکنم، دیگه ببینیم که میتونم این ورزش پیش ببرم یا خیر، دیگه اجازه اگر باشه. خواهش میکنم، ما در خدمت جوان ها هستیم و خودتم که افتخار ماستی هر وقت که به ما در خدمت هستیم و این ورزش که شما میگن پیش بردم میتونم، خواستن میگه توانستن، اگر بخوای حتما میتونه. چرا نه؟ بیاین دوستان که هم با شما ورزشکار باشیم تا اینکه قدرت بدنی ما بالا بره. پس خوب است که با هم یک جا تمرینات شروع کنیم. خوب است،
فرستاشون رو دیگه نشون میده. کامل از شان افرین. عکسش. کم سرعت، کم سرعت، کم سرعت. در جا او آفر اشک شو آفرین بالا 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 اش بالا چاب راست آکین کنده وای پشتم چاب راست آکین کنده آماده ایش بری دو بری یه بری چار ایش بری چیش چاب راست آمرکت بوشده اون فرد آمده
جان خسته نباشی. زنده باشی استاد. چطور تبریک گرم اومدی یعنی؟ خوب یک ورزش بسیار عالی بود. ما گرم شدیم کاملا آماده مبارزه هستم. خب ببینیم دیگه اونجا که برادری پیدا میشه یعنی. بیا توکل به خدا. برای کدگان نویات نپاتی پس؟ نه نویات خود نویات سابقه کارش ان شاء الله بچهای سابقه کار ما نداریم باشه. شوخی میکنم استاد، من مبارزه نمیکنم به خاطر اینکه یک بار تجربه مبارزه رو دارم که تانوس پایم درد میکنه، پایم اوگار کرده بودم دیگه از ورزشا. بر صورت کار بعدی ما چی است؟ فقط بعضی نمایشات ورزشکارا تهیه کرده ببینیم که خوشتان میاد. نمایش کار میکنن؟ بله من دیگه علاقمند نمایش هستم که جوانا رو ببینم که با چی شور و شوق نمایش کار میکنن. تو اینکه ببینم ما هم از دیدن نمایش هم ما و هم ایزونه که بیننده هستن از نمایش از دیدنش لذت ببرن. بودا
مرسی. تشکر از خودت، تشکر از جوانا و تشکر از عزیزانی که تا هنوز صبر کردن و حوصله کردن برنامه را تا آخرش تماشا کردن. امیدوار هستم که بر دوستای ما این برنامه خیلی جالب تمام شده باشد و از شما جوانا هم خوشمند هستم که در هر رشته ورزشی که باشه بالاخره ورزش باشه، ورزش بکنید تا اینکه همیشه صحتمند و قدرتمند باقی بمانید. خب استاد، در آخر برنامه رسیدیم دیگه، از خودم تشکر و میخواهیم که یک کم مختصر در مورد همین دستاوردهایی که داره صحبت بکنید که در کدام کشورها مسابقه دادین و چی دستاوردها دارین. تشکر. دستاوردهای ما قسمی که دوستا هموطنهای عزیز خبر دارن در جریان هستن و خودتان هم در جریان هستن که زیاد بوده، البته کلش از برکت دعای شما هموطنهای عزیز و خاص خداوند بوده. و دستاوردهایی که ما در سال 2011 داشتم، البته بین 11 کشور مدال طلا بود بس مسابقات آسیایی و همچنان البته فقط خارجی را میگم، داخلی نه. در سال 2013 بین 32 کشور البته مسابقات بین المللی یا جهانی بود که ما اونجا تانستم بین 32 کشور کپ طلا رو بگیرم و این مسابقات اخیر ما البته بین 28 کشور مسابقه سازمان جهانی کیوان تانستم که کمربند طلا مقام اولی همشون کمربند طلا را کسب بکنم. و مسابقات هایی که همیشه در زون بوده یا مسابقات هایی که در تیم ملی بوده و همچنان جوان هایی که منه استاد عباس یکی از قهرمان های تیم ملی ما هستن که امروز ترنر کلاب نمبر یک مرادیان است و همچنان استاد ایسای حق دوست هم یکی از قهرمان های تیم ملی ما هستن که فعلا مسئول کلاب نمبر 3 مرادیان است. استاد یواز مرادی همچنان یکی از قهرمان های تیم ملی هستن که مسئول کلاب نمبر 4 مرادیان است و همچنان استاد توی محمد محمدی هم یکی از قهرمان های تیم ملی هستن که ترنای کلاب. به افتخار استاد های کم بزنید. خب عزیزان، این بود داشته های برنامه تکاپو که تقدیم حضور شما شد. تا برنامه آینده خداوند یار و مددگار همه شد.